خب حدود یک ماه پیش تلسکوپ فضای جیمز وب پرتاب شد که توی یه ویدیو دربارهش صحبت کردم الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم تقریبا دو روزه که یکی دیگه از مهمترین قسمت این مموریت هم به خوبی و خوشی انجام شده یعنی دیگه سفرش تموم شد و به خونش رسید و تو مدار خودش قرار گرفته تو این ویدیو اول یه نگاهی میندازیم به قسمت های تکمیل شده این معموریت و اینکه چه بخشای دیگه ازش باقی مونده این کارا چقدر طول میکشن اولین تصاویرش کی به دست ما میرسه بعدش هم یه سری از سوالات شما رو جواب میدم که تو کامنت ها و جاهای دیگه پرسیده بودید سوالاتی مثل اینکه که آیا این تلسکوپ میتونه بیگ بنگ رو ببینه یا میتونه گذشته زمین رو رصد کنه یا سوالاتی که درباره نقاط لاگرانجی پرسیده بودید که دقیقا چی هستن و این تلسکوپ چطوری توی یکی از این نقاط قرار میگیره؟ کلا سعی می‌کنم در مورد چند تا از سوالات یا برداشت‌های اشتباهی که در مورد این تلسکوپ وجود داره صحبت کنم. از زمان پرتاب تا الان تمام قسمت های تلسکوپ با موفقیت باز شدن و سر جاشون قرار گرفتن تیکه شیزلی آینه اصلی هم یه مقداری از جای اصلیشون فاصله گرفتن و آماده شدن برای تنظیمات دقیقتر. تو ویدیو پرتاب مدت سفر این تلسکوپ از زمین تا مدارش من اشتباهی به جای یک ماه گفتم دو هفته یه اشتباه دیگه هم تو کامنت ها داشتم که در جواب دو نفر گفته بودم خود تلسکوپ هیچ سوختی نداره این درست نیست اطلاعات من ناقص بود در واقع چند تا موتور داره که از سوخت هیدرازین استفاده میکنن از این موتورها هم برای حرکت رو به جلو تلسکوپ استفاده میشه هم برای تنظیم مسیر حرکت و درست قرار گرفتن تو مدار وقتی هم که تو مدار قرار میگیره دائما کنترل میشه تا اگه از مدارش منحرف شده باشه از این موتورها برای اصلاح حرکتش استفاده بشه چیزی که خود ناسا اعلام کرده اینه که طول عمر این تلسکوپ 5 تا 10 ساله یعنی برای این مدت سوخت کافی داره اما گفتن احتمالش زیاده که بیشتر از ده سالم بتونه دوام بیاره تقریبا ده روز بعد از قرار گرفتن تو مدار مرحله تنظیم آینه ها شروع میشه پشت هر کدوم از این 18 تا تیکه ای آینه اصلی 7 تا موتور حرکتی وجود داره 6 تا تو گوشه ها یکی هم وسط این موتورها میتونن این آینه ها رو با یه دقت خیلی زیادی در حد میکرومتر و نانومتر جابجا جا کنن یعنی دقتشون در حد یک ده هزارم زخامت یه تار موه که خیلی دقت بالاییه تمام این 18 تا آینه باید طوری نسبت به هم قرار بگیرن که همشون با هم مثل یه آینه خمیده بزرگ عمل کنن. برای انجام این کار تلسکوپ به سمت یه ستاره پرنور هدفگیری میشه. نوری که هر کدوم از این آینه از اون ستاره منعکس میکنن کنترل میشه. بعد با استفاده از کامپیوتر آینهها ها انقدر جابجا جا میشن تا اینکه همهشون نور ستاره رو دقیقا روی یه نقطه منعکس کنن کل این فرایند که از رو زمین کنترل میشه طبق اعلام ناسا حدود سه ماه زمان میبره غیر از تنظیم آینه ها دمای تلسکوپ هم به شدت کنترل میشه بقیه ابزارها هم تنظیم میشن که باز طبق چیزی که خود ناسا میگه مجموع اینا حدود پنج ماه طول میکشه پنج ماه از زمانی که تو مدار قرار میگیره یعنی اگه همه چیز درست پیش بره این دیگه آخرین مرحله است بعد از این پنج ماه میتونیم منتظر ارسال کشفیات جیمز وب به زمین باشیم خب این یه گزارش کلی از وضعیت فعلی و کارهایی که قراره در آینده انجام بده حالا بریم سراغ سوالایی که پرسیده بودید موضوع اول مدار این تلسکوپه قبلا هم گفتم که قرار دور یکی از نقاط لاگرانژی زمین و خورشید بچرخه برای هر دو تا جسم بزرگی تو فضا 5 تا نقطه لاگرانژی وجود داره که هر کدومشون با یه فرمول مشخصی به دست میاد مثلا برای زمین و خورشید 5 تا نقطه لاگرانژی وجود داره برای ماه و زمین هم همینطور ویژگی این نقاط اینه که وقتی یه جسمی اونجا قرار میگیره گرانشی که از زمین بهش وارد میشه با گرانشی که از خورشید بهش وارد میشه به تعادل میرسه یعنی باعث میشه اون جسم نه به طرف خورشید کشیده بشه نه به طرف زمین تلسکوپ جیمز وب دور نقطه لاگرانژی دوم میچرخه یعنی نقطه ال2 قبلا هم از این نقاط استفاده شده مثلا کاوشگر سوهو حدود 25 سال پیش تو نقطه ال1 بین زمین و خورشید قرار گرفته پس تلسکوپ جیمز وب همیشه تو فاصله یک میلیون کیلومتری زمین باقی میمونه و همراه با زمین دور خورشید میچرخه دور زمین نمیچرخه سپرش هم همیشه رو به خورشیده تا دماش تو کمترین مقدار ممکن باقی بمونه بعد غیر از همه اینا هر شیش ماه یه دور دور این نقطه ال2 میچرخه فاصلهش هم از این نقطه تقریبا اندازه فاصله ماه تا زمینه جاذبه ماه هم تأثیری روش نداره چون مقدار نیرویی که از طرف ماه تو نزدیکترین حالتش به تلسکوپ وارد میشه خیلی کمتر از نیرویی که از طرف زمین بهش وارد میشه مشکل خاصی ایجاد نمیکنه سوال بعدی اینه که تلسکوپ وب واقعا میتونه بیگ بنگ رو رصد کنه قبل از جواب دادن به این سوال اول باید ببینیم اصلا چرا گفته میشه این تلسکوپ میتونه به گذشته نگاه کنه چرا بهش میگن ماشین زمان؟ مفهوم کلیش خیلی ساده است. نور یه سرعت محدودی داره. درسته که سرعتش خیلی زیاده اما نامحدود نیست. مثلا کهکشان آندرومدا که نزدیکترین کهکشان به ماست در نظر بگیرید این کهکشان تقریبا نیم میلیون سال نوری از ما فاصله داره. یعنی اگه با سرعت نور حرکت کنیم دونیم میلیون سال طول میکشه تا برسیم به این کهکشان این یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما از روی زمین به آندرومدا نگاه میکنیم در واقع داریم آندرومدای دونیم میلیون سال پیش رو میبینیم چون پرتوهای نور این کهکشان دونیم میلیون سال با صورت نور تو راه بوده تا اینکه به ما رسیده اگه همین الان یهو این کهکشان قیب بشه ما تازه دونیم میلیون سال بعد میفهمیم چون نورش اینقدر طول میکشه تا به ما برسه در مورد خورشید هم همینه اگه همین الان خورشید یهو یه قیب بشه ما 8 دقیقه بعد متوجه میشیم چون نورش 8 دقیقه طول میکشه تا به زمین برسه همین مفهوم رو یه جور دیگه هم مطرح میکنن که بعضی وقتها برای بعضی و باعث اشتباه میشه میگن اگه یه تلسکوپ قوی بسازیم میتونیم زمان دایناسورا رو رو زمین ببینیم یعنی به گذشته سفر کنیم اما این خیلی حرف ناقصیه کاملش اینه که اگه ما همین الان تو فاصله مثلا 70 میلیون سال نوری از زمین قرار بگیریم یعنی خیلی خیلی دور بشیم سی چهل برابر از آندرومدا هم بیشتر دور بشیم حالا اگه یه تلسکوپ خیلی خیلی قوی داشته باشیم که بتونیم باهاش سطح زمین رو از اون فاصله دور ببینیم میتونیم دایناسورا رو ببینیم که دارن رو زمین زندگی میکنن چون نوری که اون موقع از سطح زمین منتشر شده 70 میلیون سال تو راه بوده تا به اون فاصله که ما رفتیم رسیده اگه مثلا به جای 70 میلیون سال نوری 200 میلیون سال نوری از زمین فاصله داشته باشیم و بتونیم رصدش کنیم وضعیت زمین 200 میلیون سال پیش رو میبینیم اما این کار عملا غیر حداقل الان غیرممکنه، چون 70 میلیون سال نوری خیلی فاصله زیادیه شما با سرعت نورم بخوای حرکت کنی هفتاد میلیون سال تو راهی تا به اونجا برسی که بعد بخوای زمین رو از اونجا رسد کنی در مورد تلسکوپ جیمز وب هم همینطوره یعنی وقتی که, که کهکشان دوردست رو رسد میکنه در واقع داره وضعیت اون کهکشان‌ها تو میلیون‌ها یا میلیاردها سال پیشو می‌بینه. وقتی که خیلی زیاد بتونه به دوردست‌ها نگاه کنه، می‌تونه قدیمی‌ترین کهکشان‌هایی که بعد از بیگ بنگ تشکیل شدن رو ببینه. نور اون میلیارد ها سال تو راه بوده تا اینکه یه قسمتی از این نور به تلسکوپ ما رسیده. پس اینه که میگن این تلسکوپ ماشین زمانه. البته اگه بخوایم دقیق تر بگیم چشم خودمونم ماشین زمانه چون همونطور که گفتم وقتی که مثلا به آندرومدا نگاه میکنیم داریم وضعیت دونیم میلیون سال پیشش رو می‌بینیم نه چیزی که همین الان هست ولی خب جیمز وب ویژگیش اینه که نسبت به چشم ما خیلی خیلی قدیمتر رو میتونه ببینه اما نه اونقدر که بتونه زمان بیگ بنگ رو مشاهده کنه نهایت عمقی که میتونه رصد کنه فاصله 13 و میلیارد سال نوریه که اگه با عمر جهان که 13 و میلیارد سال نوری مقایسش کنیم میبینیم که ته تهش میتونه تا 100 میلیون سال بعد از بیگ بنگ رو رسد کنه خب پس بحث بیگ بنگ منتفیه در مورد گذشته زمین هم که گفتم جیمز وب نمیتونه گذشته زمین رو ببینه چون اگه بخواد این کار رو بکنه باید توی یه فاصله خیلی خیلی زیادی از زمین قرار بگیره که رسیدن به این فاصله یه زمان وحشتناکی طول میکشه سوال بعدی اینه که این تلسکوپ میتونه تصاویر واضحی از سیارات ناشناخته خارج از منظومه شمسی به ما بده یا نه؟ خب باید بگم که نه نمیتونه درسته که میتونه کهکشان خیلی دور رو رسد کنه اما در مورد سیارات قضیه یکم فرق میکنه نمونهش هابل ببینید هابل تونسته کهکشانهایی با میلیون یا میلیاردها سال نوری فاصله رو به این صورت ببینه اما نهایت کیفیتی که از سیارات منظومه خودمون تونسته تهیه کنه اینه این تصویریه که تلسکوپ هابل از سیاره اورانوس گرفته در صورتی که اگه این عکس رو ندیده باشیم ممکنه فکر کنیم که خب هابل وقتی تونسته از کهکشانهایی به این دوری همچین عکسایی بگیره پس حتما از سیارات منظومه شمسی میتونه خیلی عکس‌های با کیفیت و نزدیکی بگیره اما واقعیت اینه که اینطور نیست اون کهکشان خیلی خیلی بزرگن هر کدومشون از چند میلیارد ستاره تشکیل شدن ستارههایی که هر کدومشون هزاران برابر یا میلیون برابر از یه سیاره بزرگترن در مورد تلسکوپ جیمز وب هم همینطوره یعنی درسته که میتونه کهکشان خیلی دور رو رسد کنه اما سیارات خارج از منظومه شمسی رو تو بهترین حالت فقط به صورت نقطه های نورانی میتونه ببینه تازه اونم سیاراتی که داخل کهکشان خودمونن سیارات کهکشان دیگه یکی از دلایلش اینه که سیارات خارج از منظومه شمسی خیلی خیلی از ما دورن یه دلیل دیگه هم اینه که خیلی کوچیکن مثلا زمین خودمون نسبت به خورشید انقدر کوچیکه که یک میلیون سیاره اندازه زمین تو خورشید جا میشه تازه قولمون که سیاره مشتری هزار تاش تو خورشید جا میشه یه دلیل دیگه هم اینه که وقتی از این فاصله های خیلی دور سعی میکنیم به سیارات نگاه کنیم انقدر کوچیکن که تو نور ستارهشون گم میشن مثلا زمین الان از نظر ما خیلی از خورشید فاصله داره اما وقتی که از فاصله چند هزار یا چند میلیون سال نوری به خورشید نگاه کنیم زمین و بقیه سیارات انقدر بهش نزدیکن که عملا تو نور خورشید گم میشن خیلی سخت میشه تشخیصشون داد خلاصه اینکه زیاد منتظر دیدن تصاویر عجیب غریب از سیارهای خارج از منظوم شمسی نباشید تلسکوپ جیمز وب نهایت کاری که میتونه در مورد این سیارات انجام بده اینه که یه پرتوهای خیلی ضعیفی از جنس فروسرخ از این سیاره ها به ما بده بعدش ما با تجزیه تحلیل این پرتوها بتونیم حدس بزنیم که آیا مولکولایی مثل کربن دیوکسید یا متان یا مولکولای پیچیده‌ای که ممکنه مرتبط با حیات باشن تو اتمسفر این سیاره‌ها وجود داره یا نه اگه وجود داشته باشه میتونیم احتمال اینو بدیم که موجوداتی رو این سیاره‌ها زندگی میکنن پس خبری از تصاویر العاده از سیارات ناشناخته نیست اما خب از سیارات منظومه خودمون مثل اورانوس و نپتون و مشتری و قمراشون میتونه اطلاعات خیلی بیشتری به ما بده تازه به صورت تصاویر فروسرخ نه به اون صورتی که هابل یا وویجر ازشون عکس گرفتن ولی به هر حال هنوز که اولین تصاویر از جیمز وب نرسیده نمیشه خیلی با قطعیت حرف زد باید پنجشیش ما دیگه منتظر بمونیم ببینیم اصلا چطور کار میکنه چی به دانش ما اضافه میکنه آخرین سوالم در مورد روش ارتباط این تلسکوپ با زمینه ارتباط طبق معمول از طریق امواج رادیویی انجام میشه سه تا آنتن بزرگ وجود داره یکی تو اسپانیا یکی تو استرالیا یکی هم کالیفرنیا که برای ارتباط با این تلسکوپ استفاده میشن این هم از آخرین وضعیت تلسکوپ فضایی جیمز وب سعی کردم یه گزارش کوتاهی ازش بدم بعدش هم چند تا از سوالایی که در موردش پرسیده شده بود و جواب دادم فکر میکنم فعلا دیگه خبر خاصی ازش نباشه تا همین پنج ماه آینده که قرار ابزاراش تنظیم بشن و بعدش هم شروع کنه به رصد فضا اگه خبری شد حتما بهتون اطلاع میدم خوش و خورم باشید تا ویدیو بعدی